در سقوط کابل در پایتخت بودیم و هیچگاه کابل فرار نکردیم. اگر نیز زمینه مساعد بود که میتونستیم از کشور فرار بکنیم، ولی در روز نخست ما به برنامه خود ادامه دادم و برنامه ما پیش شد و حتی تمام برنامه ما به صورت زنده بود. ولی با نشر برنامه ما بدون شک که تلویزیون ما را امارت اسلامی رصد میکردن، بالاخره ایده ای از طالبان به تلویزیون ما ریختن و تلویزیون ما تحت محاصره بود. ولی متاسفانه مجاهدین امارت اسلامی در دو کاتگوری بودن. یک کاتگوریش می اومدن از اونها احوال پرسی میکردن، یکی دیگر را نمی شناختن. ولی ما نمیدونستیم که کدامشان مجاهدین امارت اسلامی هست و کدامشان دوست هستند. با تعصب که بعضی از موترهای تلویزیون افغانستان که اسناد هم داشتن با خود بردن، یعنی موتر رئیس ما را که اونا مقاومت کردن، اونا را هم لتکوب کردن و زدن اونا را، تلفن همراهشان هم گرفتن. بالاخره بسیار با مشکلات زیادی بالاخره به حوزه رفتیم. باز این مشکل تا یک ایده حل شد، ولی موترها تا هنوز بردن، ولی تلویزیون تحت محاصره بود. الا اینکه سه روز تا چهار روز سقوط کابل ما تحت محاصره بودیم. بالاخره برنامه های ما هم که اجرا میشد، طالبان در استیدیو با ما بودن. همین لحظه که با شما صحبت میکنیم از این استیدیو طالبان ما را تحت نظارت گرفتن و ایده هم در اتاق فرمان داخل میشدن که مجری برنامه چی میگوید. بالاخره در کنفرانس مطبوعاتی زبیلا مجاهد بالاخره من رفتم در اوج رسم اعتراض کردم، گفتم که تلویزیون ما محاصره است. بارها هم با اونا زنگ زدم، تماس گرفتم، ولی تماس ما را پاسخ ندادن. زبیلا مجاهد بالاخره اعتراض کردم، اونا گفت ما مشکل شما رسیدگی میکنیم. که وجود نداره، تغییرات زیادی ایجاد شده، باید ما باید تمام تلاش خود بکنیم که حالا چون کارگزاران ارشد امارت اسلامی ما را گفتن که باید تحت چتر امارت اسلامی و منافع ملی را باید در نظر بگیرین که خلاف اون باید عمل نشود. ما با مون منوال پیش میریم، ولی اون چیزی که در جمهوری اسلامی افغانستان ما پیش میرفتیم نبت میکردیم، اون چیزی حالا باقی نیست. شما میدونین برنامه های شبکه جهانی افغانستان را بدون شک رصد میکنن بینندگان ما، ولی اون مسئله مانند گذشته نیست. ولی امیدوار هستم حامی خبرنگاران با ما کمک بکنن، مخصوصا بعد از نشر این برنامه بیشتر مورد تهدید و قرار گرفت.